خب سلام خسته نباشید از میکنم هم خدمت همه دوستان گلم خوش اومدید به قسمت 51 از دوره طراحی سایت با CSS امروز می‌خوایم مبحث ترانسفورم ها رو با هم دیگه کار کنیم و ببینیم که عملکرد ویژگی ترانسفورم در CSS به چه صورتی هستش اما قبل اینکه بریم سراغ آموزش خوشحال که کانالمون رو اگر ساب نداری حتما سابسکرایب کنید در انتهای ویدیو اگر ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک و نظرات و سوالاتتون رو هم در قسمت کامنت حتما حتما برام بنویسید به تک تکشون پاسخ میدم یا مطلی به امساق آموزش خب خیلی خوش اومدید به ادامه آموزش من طبق بالا همیشه همون ارانسار عدب دیوی برم رو با میکنم فایل هایی که از جلسه قبل بازمونده رو پاک میکنم و در پوشه CSS ای 50 رو درست میکنم جلسه 50 است که داریم با هم دیگه کد میزنیم خب حالا میام فایل های جدیدم رو میسازم یه دونه سند HTML نیاز دارم با نام ایندکس این رو ایجاد میکنم و درون ای پی 50 همم می میکنم اسمش رو هم ایندکس قرار میدم و میام یک سند CSS هم ایجاد میکنم این رو هم در همون ایپی پنجاه هم با نام ایندکس ذخیره میکنم با همه خواهی میکنم استار میذارم فایل CSS هستش دیگه نامش استاریده خب ویژگی ترانسفورم رو که میخوایم با هم دیگه کار کنیم ویژگی هستش که ما میتونیم با استفاده از این ویژگی بیایم و انسورد یا المانمون رو مکانش رو عوض کنیم بهش چرخش بدیم و هم میتونیم این کار رو در محیط دو بودی انجام بدیم و هم سه بودی حالا ما فکر میکنم مپس ترانسفورم ها مپس طولانی خواهد بود به دلیل این که میخوایم همه دستوراتی که در محیط دو بودی و سه بودی شما میتونید پیاده سازی کنید که اون صورتون هم نظره گفتم اندازه تغییر کنه یا مثلا حالت سه بودی بگیره به خودش رو قشنگ با همدیگه کار خواهیم کرد این جلسه میخوام با ساده ترین حالت ممکنه شروع کنیم بذارید یک مثال رو در نرم افزار پینت براتون بزنم یا فیگما اگر فیگما لود بشه روی فیگما بهتون توضیح بدم خب من این قسمت رو کات میکنم تا زمانی که نرم افزار برام لود بشه خب نرم افزار من لود شد من یک فریمی ابتدا ایجاد میکنم دارسار فیگما رو شما میتونید برای طراحی یوآی و کلا فرانت اند ازش استفاده کنید کار در واقع میشه گفتش که یوآی و یوکس کارها خیلی از این نرم‌سار کمک می‌گیرن یک نرم‌سار تقریباً مشابه میشه گفتش که نرم‌سار ادوبی که برای کلا رابط کاربری ازش استفاده میشه شما میتونید شما برای طراحیاتون این نرم‌سار هم استفاده کنید چت در آینده یک آموزشی هم در خصوص فیلم‌ها روی کانال آپلود کردم خب من پس که میخوام توضیح بدم این فرض کنید این محور هستش من یک محوری رست کنم میخوام دقیقا محور ایکس و وای ها رو مثال بزنم براتون حالا این رو بذارید که من از این ور ادامه بدم خب اوکی ما محور x و y ها رو با هم دیگه کار کرده بودیم دیگه میدونیم که این محور وای ها هستش بذار من مداد رو سلکت کنم خب ببینید این رو با هم دیگه کار کرده بودیم دیگه این محور وای ها هستش و این محور x ها گفتیم که عنصر در کلا محیط وب میتونه به دو صورت در واقع حرکت خوش رو انجام بده یکی به محور میشه گفت ایکس ها و محور وای ها فرض کنید که الان این عنصر من هستش یک تگ دایوی هستش که ما اینجا داریم فرض کنید من این تگ دایو رو ایجاد کردم تگ دایو هم رو من میتونم با استفاده از ویژگی در محور ایکس ها و محور وای ها جابجا کنم مثالش رو توی در واقع بعضی از وبسایت ها دیدید زمانی که شما روی یک عنصر هاور میکنید اون عنصر جاش عوض میشه میتونه حالا روی محور ایکس ها و محور وای ها باشه همین رو در ذهنتون نگه دارید برگردیم سر کد هامون من میخوام بیام از یک تک دایو نگهدارنده کمک بگیرم همراه با یک باکسی که میخوایم اون باکس رو, رو روی در واقع همون تکونش بدیم یک دایوی رو من اینجا ایجاد کردم درنش یک دایو دیگه ایجاد میکنم این رو کلاسش رو میام و باکس قرار میدم جعبمون باشه و برای کلاس دایو اصلی اون کلاس کانتینر رو اعمال میکنم خب بریم ویژگی رو بدیم من میخوام به تگ دایوی که داره کلاس کانتینر هم هست بیام یک ارزی بهش بدم یک ارز هزار پیکسلی رو براش می میکنم همراه با یک ارتفاع 250 پیکسلی براش مارجین در نظر میگیرم مارجینش رو میخوام بگم که 250 پیکسل از بالا فاصله بگیره و از چپ و راست حالت آتو رو قرار میدم که در وسط صفحه هم قرار بگیره بکگراندش رو هم یک بکگراند گری قرار میدم که مشخص باشه بهش یک بوردر هم میدم بوردرش رو انواع سالید قرار میدم یک پیکسل و رنگ گری خب بریم خروجی کار رو ببینیم تا اینجای کار ببینیم آیا باکس برای ما ایجاد شده یا نه خب منتظر مونیم که مورگرمون وا بشه خب چرا دستور رو اجرا نکرد بذارید بررسی کنیم با هم دیگه ببینیم که کجای کار اشکال داره من این رو فکر کنم سیف کردم بله کلاس کانتینر خب این رو ببینم که آیا درست نوشتم یک بار رفرش کنم ارزش رو مشخص کردیم ببینیم ایراد کار کجا هستش خب سی اس اس خب ما این رو با هم دیگه لینک نکردیم میگم که چرا دستاد اجرا نمیشه بریم رو با هم دیگه لینک کنیم لینک رو استفاده میکنم یک اچ رفش میدم استایل سی اس اس تایپش رو طبق والی که میدونید تکست css سی اس اس قرار میدم و در آخر هم ریلیشنش رو از نوع استایل قرار میدم و اینجا پرانتز رو میبن پرانتز من چرا میگم پرانتز این علامت کوچکتر و بزرگتر رو قرار میدم و تگم رو میبندم خب بریم خروجی رو ببینیم الان دیگه به تا بعد اجرا بشه خب یه همچین باکس رو ما اینجا ایجاد کردیم من میخوام یک باکس در واقع این تگ نگهدارنده مون هست که میخوام یک باکسی هم ایجاد کنم درون در واقع خود این عنصر نگهدارنده برای این باکس بریم حالا ویژگی که مربوط به باکس هست رو بنویسیم باکس رو فراخونی میکنم بهش یک عرض 100 پیکسلی میدم یک ارتفاع 100 پیکسلی و براش میخوام بوردر رادیوس مشخص کنم میخوام دایره در بیارم دیگه بوردر رادیوس رو فرض کنید یک توپ هستش بوردر رادیوسش رو 50 درصد میذارم که قشنگ گوشاش گردشه و تبدیل به یک دایره بشه رنگش رو که بک‌گراند کالرش باشه میام و بذار ببینم رنگ آبی فکر کنم رنگ خوبی باشه خب رنگ آبی قرار میدم یک مارجین هم بذار بدم که نچسبه به باکس نگه دارندهش مارجین 25 پیکسل از اطراف خب 25 ها. 25 اوکی 25 پیکسل فکر کنم اوکی باشه خب فرض کنید الان عنصر من هستش من میخوام عنصر هم رو زمانی که موس رو رویش در واقع بردم یا روی میشه گفتش که این عنصر رو بردم عنصر والدش شروع کنه به حرکت کردن و بره روی مثلا موقعیت که میخوام بریم ببینیم که این کار رو باید چجوری انجام بدیم به صورت پیش اگر بخوام عنصر رو براش ترنسلیت در نظر بگیرم یعنی بیام بگم که روی خود کانتینرش روی خود باکسش که خود عنصر هست بیام براش از دستور خب من اینجا ببندم سیمیکال این شو از دستور ترانسفورم استفاده کنم بیا مقدار ترنسلیت رو قرار بدم دو تا ویژگی میتونم بهش بدم یعنی دو تا مقدار میتونم مقدار اول که مربوط به مقدار در واقع محور x ها هم هست و مه... مقدار دوم مربوط به محور وای ها بیا مثلا بگم که 200 پیکسل روی محور ایکس ها باشه و 250 پیکسل روی محور ا... یا 25 پیکسل روی محور وای ها بریم ببینیم که خروجی کار به چه طریق در میاد من این رو رفرش میکنم جاش تغییر کرد پس اولا با استفاده از دست ترانسفور شما میتونید جای عنصر رو در واقع عوض بکنید ولی من نمیخوام این اتفاق بیفته من میخوام زمانی این اتفاق برای عنصر من بیفته که من موس رو, رو روی والد یا خودش نگه میدارم بعد چیکار کنم این ترانسفرم را اینجا پاک میکنم میام مینویسم که کانتینر کانتینر رو اینجا ابتدا فراخونی میکنم بذار اینجا کپی پیس کنم زمانی که هاور شد بیا برای تگ باکس من این ویژگی ها رو اعمال کن الان زمانی دستورات برای من اجرا میشه که من موس رو روی خود والد تگ باکس هم ببرم که همون تگ کانتینر هستش مجددا دستور ترانسفورم استفاده میکنم ترانسلیت رو اینجا استفاده میکنم دو تا مقدار میتونه بگیره مقدار x و مقدار y مقدار x رو 200 پیکسل قرار میدم و مقدار محور y ها که بالا و پایین باشه رو 100 پیکسل رو قرار میدم بریم خروجی کار رو با هم دیگه ببینیم رفرش رو انجام میدم ببینید تا زمانی که من موسم رو درون باکس قرار نداده باشم دستات برای من اجرا نمیشه اما به اینکه موسم رو, رو روی خود باکس ببرم میبینید عنصر من این ترانسلیت رو در واقع به خودش میگیره و موقعیتش نسبت به والدش تغییر میکنه شما با استفاده از دستور ترانسلیت میتونید بیاید روی محور x و y ها رو به حرکت در بیارید بعدا ما یاد خواهیم گرفت که این حالت در واقع تیزی که یهو جابجا میشه نداشته باشیم یعنی که بیاد وقتی عنصر رو... وقتی که مس روی عنصر قرار گرفت به, را... به آسونی بیاد در واقع به حالت نرمی بیاد موقعیتش تغییر کنه رو این رو بعدا با دستور در واقع ترانزیشن ها بهتون آموزش خواهیم داد شد یک مبحث کوچیک از ترانزیشن ها رو بگم که در, در واقع در درسه آنده یک مقداری رو از ترانزیشن ها رو هم بهتون بگم که شما بتونید حالت سافت و نرم رو ایجاد کنید اما در همین حد بدونید که شما با استفاده از ترنسلیت شما میتونید همچین حالتی رو پیاده سازی بکنید حالا ما در جلسات آینده حالت های مختلف ترانسفورم رو بررسی خواهیم کرد اگر بخواید فقط روی یکی از محورها ترنسلیت رو استفاده کنید باید چیکار کنیم جوابش خیلی ساده است دستور ترانسلیت رو می نویسید اینجا میتونید دو دوتا مقدار X یا Y رو اعمال کنید اگر بخواید روی محور X ها فقط حرکت کنه ترانسلیت X رو می نویسید پرانتز رو باز می کنید و یک مقداری رو بهش میدید مثلا من میخوام بگم که 100 پیکسل روی محور X ها حرکتت رو انجام بده اگر رفرش رو کنم میبینید فقط روی محور ایکس ها داره در واقع جابجا میشه اگر بخوام برای محور در واقع وایها ها این کار رو انجام بدم مجد از دستور ترانسفورم استفاده میکنم اینجا میام محور وای ها رو سلکت میکنم که میتونم بهش بگم که مثال بیا و مثلا 200 پیکسل هم روی محور در واقع وای ها تغییر موقعیت بده زمانی که عنصر والدت هاور شد رفرش رو انجام میدم و میبینید که در واقع دستور داره برای من اجرا میشه اما ایراد داره اگر گفتید ایرادش کجا ایرادش این هستش که فقط الان داره دستور در واقع ترانسلیت وای برای من اجرا میشه به چه دلیل به دلیل اینکه شما نمیتونید همزمان بیارید دو تا دستور ترانسفورم استفاده کنید پس برای اینکه این مشکل رو حل کنیم اگر بخوایم از هم وای و هم اکس استفاده کنیم کافی استش که ترانسلیت رو به صورت خالی بنویسیم و این رو پاک کنیم کلا و اینجا با استفاده از دو تا مقدار تعیین کنیم که عنصرمون در محور ایکس و وای به چه صورتی حرکت کنه الان اگر رفرش رو انجام بدم میبینید الان برای من دستورات اجرا شد این از دستور ترانسلیت و ویژگی ترانسفورم حالا برسی خواهیم کرد در ادامه و ببینیم که ویژگی های و دو رو کاملا با هم بررسی خواهیم کرد اما قبل اینکه آموزش رو به پایان برسونم خوشحال که شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید لینکش رو این پایین براتون قرار دادم کانال تلگرام و پیج اینستا میدونم که از مطالب هر دو شبکه اجتماعی بتونید استفاده بکنید امیدوارم که هر جا که ازتی سالم و سلامت باشی تا دیدار دیگر خدا یار رو نگه